اساس در نظام اسلامی عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. فرق عمده ما با این نظام‌های سرمایه‌داری همین است. در نظام‌های سرمایه‌داری اساس رشد اقتصادی است، شکوفایی اقتصادی است، ازدیاد ثروت است، تولید ثروت است. هر که بیشتر و بهتر تولید ثروت کند او مقدم است. اونجا مسئله این نیست که تبعیض شد، فاصله شد. فاصله در درآمدها نداشتن جمع کثیری از مردم رفاه را سیئه نظام سرمایه‌داری نیست. البته ما با نظام سوسیالیستی هم به همین اندازه فاصله داریم. نظام سوسیالیستی فرصت را از مردم میگیرد، ابتکار را میگیرد، میدان را میگیرد، کار و تولید و ثروت و از برم که ابزار تولید و منابع عمده سرمایه و تولید را متعلق میکند، متمرکز میکند در دولت. غلط هم در غلط. در اسلام چنین چیزی نداریم ما، نه اون رو داریم نه اون، هم اون غلط است هم اون. نظام اسلامی درست. اینجور نیست که نظام اسلامی، نظام اقتصادی اسلامی عبارت باشد از هر چی که حالا در هر دوره این مصلحت بود. نخیر، نظر شریف امام رضوان الله علیه هم این نبود. من خودم ازشون یه وقتی پرسیدم، اسلام یک روشی دارد، منشایی دارد، مسلکی دارد در مسائل اقتصادی. جامعه اسلامی اون مسلک را طی می‌کند.